در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عبدالنصیر رشتی، عضو هیئت مدیره شورای عالی صنایع و سرمایه گذاری. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. ممنون. آقای رشتی، همین که شرکت جرمنی زمنز قرار است که بیاید در افغانستان در بخش زیربناهای انرژی افغانستان سرمایه گذاری بکنه، اومدن این شرکت چقدر شما با فال نیک میگیرین به اینکه دیگر شرکت های مثل زمنز بیاین در افغانستان در بخش های مختلف سرمایه گذاری داشته باشن؟ بسیار خوب، سرمایه گذاری شرکت زمنز در بخش انرژی و زیرساخت های اقتصادی افغانستان ایره میشه آدم به فال نیک بگیره و بیشتر تلاش کنه تا زمینه های خوبتر و تسهیلات و سهولت های بیشتر را به خاطر جلب سرمایه گذاری در افغانستان حکومت افغانستان ایجاد بکنه و یک بستر مناسب را به خاطر جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد بکنه، که متاسفانه فرصت های خوبی را ما در این مدت در افغانستان داشتیم تا میتونستیم بیشتر جلب سرمایه گذاری ها را در افغانستان بکنیم و از طرف دیگر مشکل بیکاری در کشور حل میشد، لیکن متاسفانه که بیشتر توجه حکومت ها بیشتر و سرمایه گذاری هایشان بیشتر در سکتور امنیتی بود و اصلا در این مدت 17 سال زیر بالای زیر ساخت های اقتصادی در کشور توجه صورت نگرفت و سرمایه گذاری های صورت نگرفت، که متاسفانه ما نتانستیم که بیشتر جلب توجه بکنیم و بیشتر زمینه را مساعد بسازیم تا جلب سرمایه گذاری ها در افغانستان صورت بگیره، که بعد از سال 2003 تا سال 2007 یک مقدار بیشتر به شرکت های خصوصی و به شرکت های خارجی داخل افغانستان آمدن سرمایه گذاری کردن که بیشترشان در سکتور خدمات بود، ولیکن بعد از سال 2007 امی حالت امی روان سیل نزوری خود پیمود و داشت های سایس سرمایه های داخلی از خود افغانستان اول شروع کردن خارجی ها سرمایه خود از کشور بیرون کردن و بعدش هم ایسا ایسا سرمایه گذاری داخلی نیست با به فرار گذاشت و متاسفانه که وضعیت بد امنیتی باعث ازی شد که دیگه کسی جرات نکنه که به داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه، با وجود ازی که فرصت های خیلی خوبی در افغانستان است، هم از نگاه منابع مادی و هم از نگاه منابع انسانی که میتونن بیشتر تسهیل و سهولت ها را بر بخش سرمایه گذاری در کشور ایجاد بکنه، ولیکن متاسفانه چالش ها و مشکلات هم فراره بخش سرمایه گذاری در افغانستان هنوز هم باقی است، که منابس امنیت که یکی از دغدغه های بسیار کلانه که میتونه مانع سرمایه گذاری در کشور شود می بس امنیت است. بله، خونیش جا حکومت وحدت ملی به خاطر حل این مشکلات که در بخش سرمایه گذاری وجود داره کدام راهکارها و برنامه های را باید عملی بسازند تا شرکت های بیرونی اعتماد بکنند بیان در افغانستان در پالی شرکت های داخلی اینا سرمایه گذاری داشته باشند؟ ببینین، کشورهایی که ثبات سیاسی و امنیت خوب در اونجا حکم فرما نباشه هیچ شرکت بیرونی نمیتونه که دل گرم کنه و یا بیان داخل از او کشور سرمایه گذاری بکنن. متاسفانه ما نتونستیم که یا حکومت افغانستان نتونست که امنیت داخل خود پایتخت تامین بکنه. شما شاهد هزی هستین که هرگاه یک انتحار یک انفجار در یک از تاسیسات دولتی و یا غیر دولتی صورت میگیره به چی پیمان کاروبار میره به طرف رکود میره. شما شاهد هزی بودین که چند پیج در پارکای صنعتی انفجار رخ داد و بیشتر از 70 شرکت داخلی خود ما را متضرر ساخت. ببینید در افغانستان میزان خسارات و عدم موجودیت اطمینان مالی و جانی به سرمایه گذار خیلی گرافش پایین است. به می اساس بیشترین شرکت های نمی خواهند که بین داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. اینجا حکومت افغانستان و خصوصا خود افغانستان که پس از 14 جنگ نیاز مبرم به سرمایه گذاری در کشور داره و شما میفهمید که بیشتر به بلک ها جوان که کادر ما که با مدرک تحصیلات خیلی بلند در افغانستان هنوز هم بیکار هستند و دنبال کار میگردن، یگانه مسیری که میتونه همین چالش ها و مشکلات را حل بکنه سرمایه گذاری ها در داخل خود کشور و جلب سرمایه گذاری های بیرونی است. متاسفانه ما هنوز نتونستیم که همین تحصیلات و یا سهولت ها را به بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری های بیرونی در داخل خود کشور مهیا بسازیم. با آمدن شرکت جرمنی زمنز به افغانستان و سرمایه گذاری از اینا در بخش زیربناهای انرژی در افغانستان میتونه چقدر تاثیرات داشته باشه به این که خب شرکت های دیگر هم مثل زمنز علاقمند شوند که در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، فرصت ها را ببینن، به این که در کنار از اینکه چالش وجود داره و حکومت افغانستان اگر بتونه که تامین امنیت بکنه برایشان؟
خب ببین هرگاهی که شرکت زمنس اگر بخواه و همی با تفاهم نامه ای را که امضا کردن و بیاین داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن و از طرف دیگه حکومت افغانستان خود مکلف ببینه که امو شرایط و امو بستر مناسبه برای زنا مهیا بسازه و تامین امنیت بکنه و اینا کار خود شروع بکنه، اینجاست که از یک طرف ما میریم مشکل و میزان بیکاری را در کشور کاش میتیم و سوی دیگه ای دلگرمی باعث ازی میشه که دیگه شرکت ها هم جرات بکنن و به این داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن، چون خود امی جغرافی های افغانستان یک رای اتصال است که میتونه کشورهای جنوب آسیا را به آسیای میانه وصل بکنه و خصوصا سرمایه گذاری در بخش ترانزیت و ترانسپورت میتونه از اهمیت ویژه برخوردار باشه. شما میفهمید که کشورهای رو به انکشاف آسیای میانه و همچنان جنوب آسیا اینا نیاز به انرژی و برق دارن که یگانه مسیری که میتونه اینا را با هم وصل بکنه و امین نیازمندی هایشان مرفوع بسازه فقط میتونه که از طریق افغانستان امکان پذیر است که این انرژی و گاز و نفت و کشورهای جنوب آسیا بره و برعکس از او کشورهای جنوب آسیا میتونن که تمام کالاهای مورد نیاز کشورهای آسیای میانه را از طریق افغانستان به آسیای میانه برسانه کی نیاز به یک سرمایه گذاری خیلی کلان ضرورت داره. به این شکل اگر حکومت بتونه که تامین امنیت بکنه و همین بستر مناسب برای اینا ایجاد بکنه، من مطمئن هستم که شرکت های خیلی عامه داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنن و منفعت زیر بیشتر حکومت افغانستان و مردم افغانستان خواهد برد و اینجا مردم افغانستان نیز مکلف هستند تا از پروژه های بزرگی که منافع ملی کشور در اون هفته هستن از او حمایت بکنن، از او پشتیبانی بکنن تا این چالش هایی که امروز فرارای حکومت افغانستان و مردم افغانستان است که امو بحث بیکاری، بحث فقر اینا کاهش پیدا بکنن. بله. در کنار سرمایه گذاری خارجی اگر کوتاه روی ازی هم صحبت بکنیم که وضعیت سرمایه گذاری در داخل افغانستان چگونه است؟ شرکت های داخلی در جریان امسال چقدر اینا تونستن که سرمایه گذاری بکنن؟ خب متاسفانه که باز هم برمیگردیم به مو بحث امنیت. ببینید سال گذشته ما با چی تعداد کیس های قتل و اختطاف از تجار ملی خود داشتیم و ببینید که شما وضعیت ناامنی را در کشور ببینید، مشکلاتی که پیشتر در گزارش شما هم گفتین که تعداد از موترهایی که اونجا رفتن تظاهرات کردن و اعتصاب کردن، یک موتری که از یک بندر حرکت میکنه تا بندر دیگه رو میره، شما ببینید که چقدر اینا در راه سات میشن موترهایشان و چقدر اذیت میشن، اخاذی های غیر قانونی میگیرن، فساد بسیار کلانی که متاسفانه امروز در افغانستان که فساد اداری است و قانونمند نبودن تجارت در افغانستان، سرحدات باز افغانستان و قاچاق کالا در افغانستان، اینا کل جان عوامل هستند که باعث عدم سرمایه‌گذاری در کشور میشه. تشکر سپاس از اینکه به عنوان وزیر افتن خیلی سپاس.